جلب توجه یکی از اساسی ترین بخش ها در جفتگیری موجودات زنده است. دنیای زیر آب پر از رنگ های درخشانه. انگار همه به شکلی طراحی شدن تا بتونن جفت های خودشون رو به سمت خودشون جذب بکنن. متاسفانه این ماهی بادکنکی ژاپنی کوچیک خیلی بیرنگ و نماست، تا حدی که تقریبا دیده نمیشه. در عوض اون بزرگترین هنرمند در طبیعته. اون برای جلب توجه ماده چیزی رو خلق میکنه که باور انسان رو به چالش میکشه. برای خلق این اثر بی‌نظیر تنها ابزار اون باله هاشه. اون توی سرش یه طرح کامل هندسی داره که قصد داره اجراش بکنه. اون ابتدا ماسه رو شخم میزنه و اونو به ظریف‌ترین ذرات تفکیک میکنه. این صدف‌ها فقط زباله‌های اثر اون نیستن. او از این صدف‌ها برای تزیین برآمدگی‌های سازه خودش استفاده می‌کنه. اون نمیتونه بیش از یک لحظه استراحت بکنه. اون باید تمام 24 ساعت شبانه روز رو به مدت یک هفته کار بکنه یا اینکه بیخیال اثرش بشه. آخرین تمیزکاری ها داره انجام میشه و اثر اون و شاهکار اون آماده است. در هیچ کجای طبیعت حیوانی وجود نداره که بتونه ساختار پیچیده و کاملی مانند این عصب بسازه. اگه این اثر نمیتونه توجه کسی رو جلب بکنه، هیچ چیز دیگه هم نمیتونه این کارو بکنه. خسته نباشی هنرمند عاشق.